سلام برای بکس یوتیوب سوال خصوصی هستم روز با رضا فرشته میخوایم راجع به تاثیرات مشروب توی محیط های پابلیک پابلیک چی میشه فارسی؟ عمومی در جاهای عمومی تاثیرات مشروب چیه؟ اوکی اوکی نیست خاطرات ما و این صحبت هست من واسه تحرکیش گودی برم مال ایران هم میگم من چند تا داستان مشروب دارم که خنده داره ولی مال ایران هم خوب خیلی با منزد. تو ایران داشتیم دیزین مسکی کنیم بعد من بودم و امیر حسین و امیر حسن بعد داریم تو ماشین میریم با تاکسی ساعت مثلا 5 صبح یه یارو کنار جاده تو برف و وایساده دستش بطری ودکا تکون میده اینطوری ماشین که رد میشه بطری ودکا آره بعد گفتم که مثلا ودکا به تاکسی گفتیم آقا بزن بغل و میخوام یه مو ودکا بزنیم برگشتیم عقب سه تا کن ودکا گرفتیم خب گرفت. سه تا قوطی سه تا قوطی بعد صدا قوطی ایران دیگه داری میگی آره ایران داریم این بیزین. پشما بعد نشستیم تو ماشین و رانده دور راه افتاد قوطی رو باز کردیم خب بچا بعد اون موقع من چاگ میکردم یعنی تمامو یه ضرب میخوردم قلب قلب نمیخوردم خب بچا یک دو سه چاگ میکنیم و تمام شد 16 سالمون 15 سالمون بود تو دیگه چه موجودی بودی بعد گفتن که یهو امیرسه گفت بچا من دودل شدم من نباید بخورم دویم چرا همین رو سنگو من زخم معده دارم اصلا حواسم نبود من بخونم یه وقت بد میشه اصلا تمام اسکی از بین میره و اینا بعد تو امین اینو گفت امین حسن هم همینو گفت امین حسن گفت آره راست میگی مثلا حواسم نبود اینا بعد من هم یه همون جوانی و یه خوردم مشروب خودم رو خورده من مال خودم رو خوردم اینا نخوردن اینا بعد گفتن نخوردن آره بعد گفتن که بعد من گید آره چون تا میخوری اون مخصوی یک کنا اصلا همون سانی کی میگم ساعت 6 صبح پاره میشی بعد تو اینو گفتم نمیخوام من گفتم بابا شما سوسونین دو تا رو گرفتم جفتشون رو قد تموم کردم حالا فرض کن من هش... تقریبا یه لیت ودکا زدم تو سن 16 سالگی ساعت 6 صبح داریم میم دیزین مد سوراخ میشه یه تیک اونجوری خوردی خلاصه آقا رسیدیم دیزین حالا اینو ببین من اسکی نمی کنم <تصح> چرا من 8 9 سالگی 10 سالگی میافتم زمین پا میشکنه خیلی بد مثلا شیشه اصلا یک سال کامل نرفتم مدرسه انقدر بد بود دکتر گفت کال سوم در نرفتم مدرسه بعد از اون دیگه از اسکی میترسم واسه همین نمیتونستم اسکی کنم ولی چون خیلی اسکی رو دوست داشتم و اینا هر سال سعی میکردم برم و هم نمیتونستم با بچه ها میرفتم میرفتم اونجا رستوران وسط میشستم حال میکردم میرفتم قله با می منظره نگاه میکردم می با بچه ها بودم آقا مس میرسیم دیزین بچه ها میدن تو پیس با اسکی میگم منم میام میگن یعنی چی تو میای تو اسکی نداری میگم میام بچه ها در اسکی میکنن رضا بغلشو میدوام فکر کنم بغلشو دارم میدوام می بعد بغلشو دارم میدوام بعد اونا دارن اسکی میکنن تو میدوی منم بغلشو میدوام بعد میدوام میدوام یه دونه یه دونه کاپشن جدیدم برام خواهرم از کانادا آورده بود یه دونه نایکی بود موقعم نایکی تازه مد شده بود بلند بود تو زیر زانود میومد دویدم سرعت که میگرفتم میدم اینا دارن دور میشن میپیدم رو هوا با کمر میمدم زمین دیگه خودم شدم اسکی با اینا میرفتم انقدری که وقتی میرسیدم رستوران وسط بهم هم میگفتن که یو تو همون گسخولهی که داری میدوی مثل همون که رو کاملشی تویی بگو نه میدوی الان بعد گفت گفتم آره خلاصه دیگه من با اینا چند جین بار این کار کردیم و حالا سه تا اتفاق خاص میفته که همه رو اولیش یه جا که دارم با, با پشت رو کمر دارم میرم انقدر سرعت میگیرم که دیگه اصلا برف از پشتم بلند میشه میاد اینجا این برف داره میپاشه رو من بعد اینجا عشان. یه دونه یه حتی کلبه کوچولو درست شده دور من من دیگه نمیبینم چی, -چیو. چی؟ این برفه داره میاد این کلبه یخیار دیدی آه اینجوری یعنی تو گرفت انقدر سرعت آره انقدر دارم میرم اینا همینجوری برف داره میاد من دیگه نمیتونم بیرون رو ببینم نمیتونم ببینم کدوم دارم میرم بعد نمیدونستم که دارم میرم طرف صخره نمیام طرف صخره فقط یهو خودمو شروع کردم اینجوری چرخوندن چرخیدم چرخیدم و واقعا با فاصله خیلی نزدیک مثلا شاید ده متری صخره وایستادم اگه میرفتم میرفتم پایین خلاصه این یه دفعه فرار کردم از مرگ دو داشتم میدویدم یه بار دیگه پشت سر امیر حسین بودم بعد میخواستم سگ از از اسکی میخواستم تونتر برم یعنی درس هم نمی‌گرفتی از این اتفاق نه دیگه مس دوباره شروع میکردی آره تو آره گفتم از این بعد دیگه فارست گام هستی تو گفتم از این بعد دیگه تون نمیندازم خودم اونجوری که دست بره بعد داشتم میدویدم ببین رضا یک از بدترین صحنه های زندگیم یهو فکر کنم با تمام سرعت توی برف و کوه دارم میام پایین ورزش کنم مثلا میگم دیگه چی دارم میدوام یهو پام دقیقا تا زانوم رفت توی برف هر سرعتی که داشتم توی یک صدم ثانیه شد صفر ببین انقدر <تصفح> پام نشکست ولی زانوم انقدر بهش فشار اومد این اتفاق تو ایران افتاد زانوی من شیش ماه بعد از اینکه من اومدم کانادا خوب شد ببین چی شد چه بلای سرم اومد خلاصه شدی اکون آوردی اکون آوردم که اصلا زانوم جر نخورد خلاصه زانوم داغون شد حالا ساید نوت واسه این زانوم داستانش شب خونه ایرزا جی جی بودم همین امیرسون ایرزا, ج... ایرزا برادرن دیگه بعد ساعت یک و نیم از درد بلند شدم رفتم مامانشون از خواب بیدار کردم مامانشون کردی؟ ساعت... یک و من برد بیمارستان آها خدا رو شکر <laughs> خوبش ریخته بود گیر کرده اول مستی نه حالا حالا همه اتفاق افتاده وقتی که تموم شده دیگه ساعت چهاره میخوایم برگردیم خونه ماشین ما بالاست تاکسی واسه همون بایست بالاست ما پایینیم من ما وسطیم بعد من چون نمیخوام صف وایسم میرم به یکی هم ماموره پول میدم یا آقا من میشه منو ببری خارج از صف توی چیز تلکابین بریم بالا بعد تو اینو بهش گفتم گفتش که یه تو بیا اینجا ببینم من چیه گفت چه بوی مشروب میدی تو اینا گفتم نه مشروب چیه گفت نه مرمه مشروب چیه بیا با من بریم کارت دارم خلاصه منو گرفت و به جون که منو ببره بالا من سوار تلکابین که پایین. پایین چون پاسکا پایینه حالا من شانسی که بودم توی راه من موبایل داشتم زنگ زدم به بابام که بابا من دارم میرم زندان امروز هم که مثلا پنجشنبه است فردا دادگاه تعطیله خیلی چیل و ریلکس سلام دادی من دارم زندان تو دوستتون دارم نار نیستم خونه راحت <applause> کردید خ... فردا پسا رو نمیدونم خونه نگران نشین من دارم میرم زندان کجا میرسی داری میری زندان یارو گفت یارو گفت دارم میبرم زندان و تو انقدر بو الکل میدی دهن سرویس فکر کردی چی من همینجوری گفتم با, با تو خم. میرم زندان چی میشه دمت گرم بعد بابام که اینو گفت گفت چی میگی بابا بده گوشی بده یارو بابام گوشی دادم به یارو با یارو شوگن کردی حرف زدن من کردی نمیفهمم دیگه خلاصه کردی حرف زدن و بعد بابام گوشی داد به من گفتش <applause> که سوهل قشنگ میادم گفت با سوهل به... به پنجا هزار تومن به یارو بده رسیدی پایین یارو ولت میکنه اون سال اون سال بعد من اون گفتم خودت دود کس پیتزا دیویست تومانه دیویست تومان مثلا پیتزای لارج در بدر هفتصد تومن پنجا هزار تومن بدم به یارو چه قبره او... چه سالی بود حالا من نمیدونم تو مستی نمیدونم که تو کردی بابام به یارو گفته پسرم به 50 تومن میده یا نه بعد رسیدم پایین 3000 تومن جو گوشم کف دست یارو یه نگاش کردم ببینم چی میگه یارو میگه گفت دست جلبی هستی تو جلب جاکشی هستی سایل همین جوری فول دار شدی دن سرویس جونه دا. من بودم کونم به یارو میدادم ننمو نگار من تازه اینو سه که یه لفخند زد گفت خیلی خوب خوشحال شدم گفتم چی خوشحال شدی؟ پون سادم گرفت نه گفتم این قرار منو من ببری بالا تو منو من وسط اومدم خانم که منو ببری بالا تو منو آوردی پایین دیگه دیگه پولو گرفتی حداقل منو ببر بالا دیگه گوراست میگی منو گذاشت تو تلگرام بالام برد <تصح> شانس بودیم زن یونو نگیدی <تصفح> همه کار کردی بعد بالا که رسیدم ببین چقدر بیشورم فکر کن توی ایران که میتونم بغ... هم بلای که سر تو اومد سر من بیاد راه میرفتم داد میزدم بودم من مستم من وادگاه خوردم دیست. کسی دختره بیاد جلو بعد دوستمون از جون مادره نکن سوید بابا می بی... نه دیگه من که تا دم زندانش رفتم همین که تو میگی واقعا آنم... دم تلیکو مستیه دیگه نمیفهمی مستی دیگه تو هر جای کره زمین کار میکردی که اونت میذاشتم ببین مس ببین انقدر مس بودم سه تا من من یه, یه دونه از اون کنار میخوردم قشنگ سه ساعت تو باقالی لند بودم وقتی سه تاشو خوردم تمام روز تو مسی بگی اوبردوز اوبردوز کردی یه جوری به خودت یعنی هم کردم تو او از دست دادی اوردوز هم مثلا تو داستان دیگه هم کردم ولی این داستان ایرانم بود چون مثلا به پلیس ایران اینام رب داره خیلی جالب بود که مثلا آره همه میفهمن ملموسه یعنی من دنیا منو نجات داد من عین اولاق هی داد مثلا مثلا تو احمق تو الان فکر کنی که مثلا باباد می مثلا سر پول داری فکر میکنی باباد آزادت کرده بده بره باباد میگه تا بده بره آدم نمیفهمه آدم اون لحظه دارم دو تا چهار تا میکنم بعد دوباره میچسم به سروازه یه گیری دیگه به من بده خب کسخوری به جدا شو بود. تو صف وایس دیگه حالا بعد بالا رسیدم اروده میکشم من مشتم من مثلا خب مثلا که چی باحالی اولاق و احمق بگین علی تو سرویس هم چین چی این کار داری میکنی ولی نمیفهمیدم که گاو بودم چون مسئول همه چی احساسی میشه دیگه همه چیز یعنی تو هیچ لاجیکی نداری واسه کار آره قشنگ یه تو تو لحظه هستی. تصمیم بزنی... میگیری که این حرفو بزنی این کارو بکنی واسه همه همینه هم هم حالا یه اطلاعات جالب بهت بدم پشمات بریزه یه دونه یه جایی هست که یکی چند اومد گفت یه چیزی میخوام به النا میگم الان پشمش بریزه گفتم آخ جون امشب پس لیستش میزنم یه دونه حالا خارج از اون برگردیم یه جزیره هستش مردم میرن اونجا حال میکنن پر میمون هم هست بعد مشروب مجانیه به خاطر همین مردم خیلی موقع مشروبشون رو میز میزنن میرن چون واسهشون مهم نیست به خاطر همین میمونا دسترسی دارن به مشروب خب مس میکنن بعد میمونا دقیقا به, ست... به عدد آخر برابری دارن با مستی انسان یعنی چی؟ یعنی ده درصد کدوم گونه انسان... یعنی همون جوری یعنی ده درصد انسان مشروب نمیخورن ده درصد میمون ها مشروب نمیخورن 17 درصد میمون ها یه هفته یه دونه میزنن 17 درصد انسان ها هفته یه دونه میزنن 27 درصدشون انقدر میخورن که دیگه نتونن راه برن بعد همون که اینو میگه آدم ها رو نشون میده تو کلابا دارن میخورن زمین بعد این ور صفحه میمون رو نشون میده بعد میمون اینجوری بولا میشه آدم میاد فرار کنه اشتباه میینه طرف آدم میخوره بهش میفته زمین بعد شروع میکنه خندیدن چون داغونه داغونه واقعا خیلی جالب بود که آمارشون با انسان دقیقا یکی بود آره دیگه چون اللحاظ کروموزومی هم به ما خیلی شبیه حالا نم دقیقا کدوم گونهشی داره میگی ولی اگر همون گونه باشه که من فکر میکنم دقیقا همون رفتار نشون میدن خیلی جالب هم یکیه یه سریاشون هر کاری میکنن واسه مشروب یعنی یه میومد جلو از دست یارو میگرفت یعنی مثلا انسان آره اصلاً, اصلا, چیز دارن یک سری از اینا بین خودشون لاتولوت دارن اون لاتا سوارن و اون لاتا حمله میکنن با آدما بعد اصلا خیلی چیزن یعنی حرفه ای کارن و با درگیرم میشن و گولت میزنن تریک بت میزنن تو رو پیش بینی میکنن خیلی یعنی یکی از جلو میزنه یکی از پشت ازت میکشه یعنی حتی میتونه رفتار انسان که خیلی, خیلی جالبه انقدر از نظر آماری در لول مشهوری که انقدر خاصه و دقیقا یکی شده واقعا عالی بود آقا خیلی, خیلی جالب آن. بود دارید واقعا جالب بود واقعا این در نتیجه من فکر میکنم نتیجه ما اینه که منم حرف تو رو میزنم منم میگم که... نباید توی پابلیک به نظرم من مشروب خورد توی بابا من حرف خیلی قشنگی میزد همیشه میگفت سه تا چیز رو باید رایت کنی وقتی مشروب میخوری کجا میخوری چقدر میخوری با کی میخوری میگفت هر وقتی که مشروب جلوت این سه تا سوالو تو سر از خود بپرس بعد این سه تا رو جواب بده من الان اومدم پیش رضا فرشته باش مشروب بخورم یه بار در سال میبینمش مشروب اونم اینه. انقدر میخورم انقدر میخورم که مثلا اصلا بالا بیارم برام مهم نیست امروز اومدم بابای رضا رو ببینم میخوام راجع بیزنس صحبت بکنیم بابای رضا من مشروب افه کرده من یه دونه بیه رو نصفه میخورم که فقط جز باشم هیچ کسی هم نذاره با یه دخترم میرم شام بخورم دو تا شراب میزنم چون میخوام یه خودت باز بشم ولی هنوز سر جا باشم اینو اگه بدی و خودت مثل یه آدم عاقل نه اون لحظه امشب امشب یه نه <applause> هر دفعه بشینی درست فکر بکنی خودت خودت به خود جواب بدی بعد اون میگه که من امشب اجازه دارم تا چهار تا بعد من میدونستم که مثلا اگه من هفتمین شاتو بزنم دیگه میرم بعد اون میگفتم که او بابای رضا میخوام ببینم دو تا شات ماکسیمومه میخوام بریم با رضا به گا بریم هشت شات میخوام بریم کلاب چهار تا شات دختر بازی داستان دو تا شات میخوام بریم سینما یه دونه شات چون میدونستم چرا میشه یعنی آدم‌ها وقت خودشون اساس بکنن بعد نسبت به اون انجام بدن نه اینکه مثلا چون یه دوست داریم به میخوره هیچیش نمیشه خب اون هزار تا دلیل داره چرا اون جوریه خودتو با کسی مقایسه نکن خودتو بشناس با کسی تعارف نداشته باش چون اگر تو زندان ببرن کسی نمیاد دنبالت وقتی من تو تلکابی بودم ضد قانونه میدونی ز... چون امر ضد قانونه تو در همون مرحله اول محکومی یعنی جایی برات نمیمونه که کسی ازت دفاع بکنه و اینکه من کلا میگم این یک پویزن میشناسمش میشن. یعنی سمی سم کشنده است از نظر من که مصرفش باید ارزش داشته باشه اگه کسی هم مصرف داره یعنی بذاره توی اون هایلایت های زندگیش استفاده بکنه و تو جایی استفاده بکنه که اصلا نخواد بره یعنی ریکاوری تایمش باشه یعنی تو چون اصولا تو مشروب میخوای که شب خوبی داشته باشی نمیخوری مثلا یه ظهر خوبی داشته باشی بهتره که نخوای برگردی بهتره که نخوای جا تو عوض بکنیم و بهتره که اصلا من میگم نبودش خیلی بهتره من الان،, الان بعد از این خاطراتی که داشتم این درگیری یا خودت اینا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بهتره که یک چیزی باشه که مثل مهمونی میری لباس نوتنت میکنیم مثلا همچه حالتهایی گهگاهی بری سمتش گهگاهی بری سمتش نه اینکه بگی که آقا نه من اصلا باید ویکلی آخر هفته بزنم این باید درست کردن راجب این چون من میگم یعنی این سم چون اصلا, در ح... اصلا چیزی نیستش که باید باشه یعنی نه آدی کسی بگی که آقا من تفریحاتم اینه که مشروب بخوام نه یه جای دیدی که مثلا ایونتی داری فلانی داری اگه بهش برخورد کردی اونجوری باش دیل بکن باش رفتار بکن نه اینکه بگی که آقا من حتما بعد این کارو بکنم حتما چون صدمش خیلی زیاده مخصوصا به مغز جایی که اصلا بهش توجه نمیکنن نسبت به جای دیگه مثل کبد و کلی و قلب و قسمت های مغز خیلی میکشه خیلی تحت تاثیر قرار میده و فشار زیادی و میاره چون این وارد خون میشه و وارد گردش خون میشه و برای اینکه بتونه مغز کار بکنه بعد گردش خون رو میبره بالا پس فشار خون رو میبره بالا پس تپش قلب داری میگیری و وقتی که روی دوز زیاد دوزایی که سیاه مس میشن طرف دیگه تون دراپه میره میخوابه اصلا نباید فکر بکنه که اون خواب داره نجاتش میده شما داری با زندگیت ریسک میکنی که هر لحظه سکته مغزی بکنی بخاطر اینکه تو بالاترین دوز مشروب توی خونت هستی و تو داری میخوابی و این ممکنه که اتصال خون رو به مغز قطع بکنه و تو سکته مغزی بکنی و به همین راحتی چون ما بالاترین آمارش هم توی روسی است که بالاترین آمار مصرف الکل داره دیگه اینجا حتی به هم روس هم... برگردی بگی اینا بگم به روس برگردی بگی چرا ودکا میخوری میگه گرم بمونه ببین این دیگه چه تفکری اینا که واقعا روسا خیلی واقع از این اخلاق احمقانه زیاد دارن اینجا حتی اگه تو خونت مهمونی بگیری بعد مهمونت سیامس بشه بر تصادف کنه صابخونه مسئوله خوبه یعنی میگه که خیلی. تو اگه تو خونه داری مشروب سرو میکنی تو مسئولی بدونی کی داره چقدر میخوره اگه رضا اومده مثل گاف خورده تو مسئولی سویچ رضا بگی من میگیرم من یه دوستم میگم داغونه میگم سویچ ماشین تو بده هر کاری میکنه نمیدم بهش میگه بله لازم هم من مثلا مهم نیست ببین من به برای اینکه درس عبرت بشه اومدم پیشه یه دونه اپیزود با هم درست میکنیم سیام اس میکنیم برای اینکه من تنبیه کنیم من بین تو الینا تو درم رو قفل کن من دیگه هیچ آدم میکنم یاد آدم پدرمو در بیار اینجوری روز هم بگه مرسی که گوش دادید من این مشکل جنسی زمشوی من چی میشه آخرش ما دیگه خانواده سه نفره یه اینجوری نبا واقعا آره دمید گرم خیلی اپیزود حال داده واقعا بزرخنده بود خیلی خیلی باحال بود خیلی با این حال که جوک داشت، داش آموزندم بود فانی تایمش خوب بود مرسی که منو با دعوت کردی سوال بود دمتون گرم بچه ها، ما فقط میگم همیشه آرزو میگم یه چیزی بهتون یاد بدیم یه چیزی بخندون نمیتون و نگه یاد بدیم یه اکسپرینسی که ما تجربه کردیم ما تجربشو رو در اختیارتون میذاریم دیگه شما با این تجربه چیکار میکنین رئیس خودتونین برای هم که با من برای کانسالتیشن اینا وقت میگیرن از تک تکتون تک تشکر میکنم که به زندگیتون رو بهتر میکنین مرسی که به گوش میدین و به مسیج میزنین میگین اینجوری شد اونجوری شد عشق میکنم امیدوارم آدم بیشتری بتونم کمک کنم هر کسی خواست کمک کنه یعنی هر کسی خواست من کمکش کنم توی اینستاگرام به من مسیج بزنه برای وقت گرفتن I love you چکس